ما امسال آقای رئیس جمهور وعده 250 طرح بزرگ آب و برق و فاضلاب رو علاوه بر طرح‌های متعددی که هر روز به ثمر میرسه و به مدار بهره برداری میاد به مردم دادیم با سرمایه گذاری چند ده هزار میلیارد تومان. با احتساب طرح‌های امروز 190 طرح از این 250 طرح بزرگ انشاءالله به ثمر رسیده. ما ایم و اتمام این وعده تا پایان سال، یعنی 60 طرح بزرگ دیگر که عمدتاً طرح‌های ساخت و سازی هستند و تعدادی هم طرح‌های سازوکاری که انشاءالله امیدواریم با دعای خیر مردم به این وظیفه بتوانیم عمل بکنیم. عمل کردی که دولت تدبیر و امید در زمینه آبرسانی به روستاها داره اینه که تا امروز با احتساب این 57 روستا 11962 روستا در دولت تدبیر و امید به شبکه آبرسانی سالم و پایدار وصل شدن با جمعیت اندکی بیش از 8 میلیون نفر و انشاءالله تا پایان دولت 12 این 8 میلیون نفر به 9.3 میلیون نفر افزایش خواهند یافت و این 9.3 میلیون نفر با اون 900 هزار نفری که قبل از دولت تدبیر و امید بهره مند بودن، جمعیت بهره مند هموطن روستایی ما رو به 10.2 میلیون نفر خواهد رسانید و این دستاورد بزرگی است که دولت 13 انشاءالله بر این ریل بقیه مسیر و کار رو ادامه خواهند داد. علاوه بر این طرح ما طرح‌های نیروگاه‌های مقیاس کوچک داریم در استان مازندران و در استان اصفهان که گزارش خواهند داد، افتتاح میشه. پست‌ها و شبکه‌های فوق توزیع داریم در استان اردبیل. برق‌رسانی روستایی داریم به روستاها در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی و اما مهمترین طرحی که امروز افتتاح میشه همونطور که اشاره شد سد کانیسیب هست و شبکه آبیاری زهکشی کرم‌آباد یا عرس غربی به وسعت 8400 هکتار. البته این 8400 هکتار شبکه اصلی است که مسئولیت و مأموریت وزارت نیروست. همکاران عزیز ما در وزارت جهاد کشاورزی مشغول انجام سهم خودشون در شبکه‌های فرعی هستند که با اتمام اون آب به دست روستاییان عزیز خواهد رسید. سد کانیسیب سد بزرگ و مهمی است. 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری براش صورت گرفته و قادر هست 600 میلیون متر مکعب آب تنظیم شده رو در طول سال به دریاچه ارومیه واریز بکنه. البته قدرت تنظیم این سد بیش از این هست، بیش از 700 میلیونه و بقیهش به مصارف زیست محیطی و مصارف تعریف شده خواهد رسید. در خصوص دریاچه ارومیه خوب است که مردم عزیز بدانند در 20 سال بین سالهای 74 تا 93 علارغم بارش‌های متنوعی که داشتیم هر ساله 40 سانتی متر به طور متوسط ما افت تراز دریاچه رو داشتیم. یعنی اگر اون روند ادامه می‌یافت و درمان شروع نمی‌شد که به حمدالله شروع شد، دریاچه حوالی سال 96 خشک شده بود. بر اثر فعالیت‌هایی که در فاصله سال‌های 93 که استارت اون از 92 زده شد تا کنون صورت گرفته، الان خوشبختانه 71 سانتی متر افزایش تراز دریاچه رو داریم. این یعنی 700 و حدوداً 50 کیلومتر مربع وسعت دریاچه افزایش یافته و حجم آبش از 1.5 میلیارد متر مکعب به بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب رسیده، یعنی بیش از دو برابر شده. این طرح‌ها شامل 8 پست و خطوط مربوطه فشارقوی برق و 1 نیروگاه مقیاس کوچک در استان اصفهان، 2 پست فوق توزیع برق در استان اردبیل و برق رسانی به 13 روستا در استانهای اردبیل و آذربایجان غربی می باشند که جمعاً 839 میلیارد تومان
برای آنها سرمایه گذاری شده است. پست 400 به 63 کیلوولت حسنیجه در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان که با استفاده از اعتبارات بانک توسعه اسلامی احداث گردیده، افزایش ظرفیتی به میزان 400 مگاوات آمپر را برای نیاز مصارف صنایع موجود در شهرک‌های صنعتی فعال برقار و میمه، مورچه‌خرد، علویجه، حسنیجه و دهک ایجاد می‌نماید. و همچنین پست 230 به 63 کیلوولت لنجان و پست‌های سیار 63 کیلوولت گز و شهرک بزرگ اصفهان مجموعاً به میزان 765 مگاوولت آمپر شرایط بسیار مناسبی را برای تأمین برق مناطق صنعتی، کشاورزی، تجاری و خانگی شهرهای استان فراهم نموده است. نیروگاه مقیاس کوچک 10 مگاواتی سبز سپاهان نیز با هدف تأمین بخشی از برق مشترکین شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان توسط بخش خصوصی احداث شده است. در استان اردبیل نیز دو پروژه بزرگ برقی امروز افتتاح خواهد شد. این دو پروژه مربوط به افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای پست 60 کیلوولت بیلاسوار به میزان 15 مگاولت آمپر و پست 230 کیلوولت نمین به میزان 120 مگاولت آمپر می باشد. پست نمین نقش کلیدی در تأمین مصارف شهرک صنعتی بزرگ اردبیل دو، شهرک صنعتی آرتا و همچنین فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی نمین را دارد. همانطوری که ملاحظه می فرمایند، در سال جهش تولید امروز از طرح‌های وزارت نیرو 900 مگاوولت آمپر افزایش ظرفیت تأمین برق با اولویت صنایع افتتاح می‌گردد. همچنین برق‌رسانی به 13 روستا با جمعیت تحت پوشش 143 خانوار در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی افتتاح خواهند شد. بیشتر این روستاها زیر 10 خانوار هستند. بسیار ممنون و متشکر. بسیار خوشحالیم از اینکه صنعت برق ما روزانه در حال پیشرفت قابل ملاحظه است و خب همه مردم ما میدونن که اگر آب و برق و گاز و انرژی در اختیار مردم نبود، هم زندگی با مشکلات بسیار زیاد و گاهی با تلفات همراه بود و هم توسعه‌ای در کار نبود. بنابراین تشکر می‌کنیم، سپاسگزاری می‌کنیم از همه عزیزانی که در صنعت برق، در صنعت آب فعال هستند و اینکه در سه استان امروز شاهد این تحولات بسیار خوب و مثبت و از طرف دیگر اینکه روستاهای ما متنعم میشن جای خوشحالی برای همه ما هست و که از افتخارات این دولت اینه که نسبت به آب سالم پایدار روستایی و همچنین نسبت به برق، نسبت به گاز، راه، آموزش، ارتباطات، بهداشت درمان کار فوق العاده‌ای انجام گرفته. یعنی بعضی از اموری که در روستاها انجام گرفته نه تنها معادل کل تاریخ ایرانه، بلکه بیش از آن است که در تاریخ ایران انجام گرفته. یعنی در تاریخ ایران کلن تا ابتدای دولت در سال 92 14,000 روستا فقط برق داشتن، امروز 32,000 روستا برق دارن، بیش از دو برابر کل تاریخ ایران کار شده. بنابراین این کار بسیار با عظمتی هست. امروز آب روستایی، برق روستایی، همطوری که آقای وزیر نیرو بیان کردند، ما از یک جمعیت کمتر از 1,000,000 نفر که دارای آب سالم پایدار بودند، پایان دولت میرسیم به بالای 10,000,000 نفر. یعنی 10 برابر میشه در طول این 8 سال خدماتی که از لحاظ آب سالم پایدار در اختیار مردم عزیز روستا قرار میگیره. برای همه ما خوشحال کننده است. به همه مردم عزیز این استانها تبریک میگم. استان اصفهان عزیز، اردبیل قهرمان و آذربایجان
سرسبز تبریک میگم به خاطر خدماتی که داره انجام میگیره و افتتاحایی که امروز مردم شاهد اون هستند. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه همه انبیا به ویژه حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه، بهره‌برداری از نیروگاه مقیاس کوچک و 10 پروژه برق‌رسانی و همچنین برق‌رسانی به 13 روستا رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سد کانیسی که بیش از 90% از اعتبارات و اجرای اون در همین دولت انجام شده و در 34مین هفته پویش الف به ایران انشاءالله و دستور جنابعالی افتتاح خواهد شد، ابتدا عرض بکنم که کانی سیب به زبان محلی چشمه سیب هست و کانی به معنی چشمه هست. این پروژه که یک سد خاکی است با ارتفاع 58 متر و 850 متر طول تاج و دریاچه‌ای به طول 20 کیلومتر می تواند 700 میلیون متر مکعب در سال آب را تنظیم بکنه و بیش از 90% از این آب را از طریق یک تونل 36 کیلومتری زاب و یک کانال 11 کیلومتری توسط رودخانه گدارچای به صورت سقری به پیکره دریاچه ارومیه وارد بکنه. آنچه که من باید خدمت جناب‌عالی عرض بکنم این است که در طی 8 سال گذشته 500 میلیارد تومان برای این سد هزینه شده، به جز اینی که این سد میتواند احیا بکند دریاچه ارومیه رو، میتواند از نظر گردشگری بسیار مناسب باشه در این منطقه و خودش اشتغالزا باشه برای مردم اینجا. طرح دومی که امروز افتتاح خواهد شد سد کرم‌آباد هست که در اردیبهشت سال گذشته به دستور جناب‌عالی آبگیری شد و حدود 4300 هکتار شبکه آبیاری آن هم آماده شد. امروز 8400 هکتار دیگه همزمان با افتتاح رسمی سد که آبگیریش تمام شده در حال حاضر انجام خواهد شد و امیدوار هستیم که در همین دولت انشاءالله با تأمین اعتبار 10 هکتار دیگر هم از شبکه آبیاری افتتاح بکنیم. در واقع در این منطقه 23 هزار هکتار شبکه آبیاری احداث خواهد شد. ضمن تشکر و افتتاح بسیار مهم سد کانی سیب، من می‌خواستم سوال کنم که این تونل حالا 36 یا 35.5 هر کدام که دقیق هست به ما بگید چقدر دیگه باقی مونده به اتمام برسه؟ تونل همونجور که فرمودید دقیقش 35.5 کیلومتر هست. ما در این تونل 2 دستگاه حفار یا همون TBM داشتیم که از 2 طرف، از طرف دریاچه و از طرف خشکی این کار را آغاز کردند. تونل دستگاه اولی 20 کیلومتر از طرف دریاچه حفاری کرده و الان خارج شده. دستگاه دیگر از این طرف اومده 1.5 کیلومتر دیگه باقی مونده آقای رئیس جمهور. در این 1.5 کیلومتر خب این گزارش چند هفته پیش شما هم 1.5 کیلومتر بود. بله عرض می‌کنم. در این 1.5 کیلومتر ما حدوداً 2 ماه در واقع در تله افتادیم. یعنی به یک آبرفتی خوردیم که تقریبا تا الان ما تونل توی کشور زیاد حفاری کردیم، تونل‌های بلند زیاد حفاری کردیم و غالبا اینها به این مشکلات برمی‌خوردن. اینجا این مشکل خیلی بیشتره و باری که روی در واقع دستگاه حفار هست 2 برابر اون چیزی است که طراحی شده.
من برای که لمس بشه چه اتفاقی داره میفته عرض میکنم خدمت شما که الان که دستگاه TVM میخواد راه بیفته و خوشبختانه از دیروز راه افتاده دستگاه TVM، ما 10 حلقه چاه به عمق 100 تا 120 متر کندیم و آب رو از تونل پمپاژ میکنیم. مقداری که ما روزانه داریم پمپاژ میکنیم 100 میلیون لیتر هست، یعنی به اندازه ظرفیت یک شهر آب شرب یک شهر 400,000 نفری. ما تمام ظرفیت تخصصی ایران رو که در سطوح بین المللی مطرحه، من اینم خوبه اینجا عرض بکنم خدمت شما که یکی از تونل های بین المللی که در سریلانکا شرکت ایرانی ساخته جزو 4 طرح بزرگ سال 2020 انتخاب شد. یعنی ما از نظر تخصصی مشکلی به همدلا نداریم، پانل تشکیل دادیم، این پانل رو در اختیار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قرار دادیم چون پیمانکار هستن و دارن تمام تجربیات رو به کار میبرن که انشالله بتوانیم از این 1,500 متر که پیش بینی میشه 500 مترش بیشتر اینجوری نباشه، تا از این 500 متر عبور کنیم و بعد این کار انجام بشه. ما هر دستگاه حفارمون روزانه 10 متر به صورت متوسط جلو رفتن، روزی 20 متر در 4 سال گذشته. 2 ماه هست که ما تقریبا نتونستیم جلو بریم. از 2 روز گذشته که این چاه رو زدیم و این آب رو میتونیم استخراج بکنیم، الان به نرم 3.5 رسیدیم و اگر اینو بتونیم 2 برابر بکنیم، امیدوار هستیم که همون مطلبی که از تالی دیروز فرمودید، در اوایل سال آینده آب رو به دریاچه برسونیم. خیلی ممنون و متشکر از زحمات بسیار زیادی که کشیده شده. این سد برای ما بسیار مهمه، هم به دلایل آثاری که برای منطقه و محیط داره و نیازمندی ها رو مرتفع میکنه و هم برای دریاچه ارومیه که یکی از وعده های اولیه دولت 11 بود به آذربایجان غربی و شرقی و کل منطقه شمال غرب، چون زندگی مردم شمال غرب وابسته به دریاچه ارومیه است. یا دریاچه ارومیه ما رها می کردیم و در سال 96 به طور کامل خشک می شد و در سال 97 زندگی رو تمام می کرد در منطقه شمال غرب کشور و همه مردم ناچار به مهاجرت می شدن، مخصوصا آذربایجان شرقی، مخصوصا تبریز. دیگه چیزی باقی نمی موند، هیچ کس نمی تونه سکونت بکنه با این باد توأم با شن و طوفان شنی که رامی افتاد، طوفان نمک در واقع رامی افتاد و این طوفان نمک میتونست هم مزارع رو نابود کنه هم زندگی انسانها رو. یک کار بسیار عظیم، یعنی به نظر من کاری که دولت 11 و 12 راجع به محیط زیست در منطقه شمال غرب کشور انجام داد، یکی از کارهای بزرگ تاریخی ایرانه، شاید در ایران یک کار عظیم و بزرگ تاریخی است و بسیار من امیدوارم تلاش‌های شما به ثمر بنشینه. انشاءالله ما بتونیم اوائل سال آینده احیاء دریاچه ارومیه رو جشن بگیریم و برای ما بسیار مهمه. بنابراین تشکر ویژه‌ای من دارم نسبت به اتمام سد کانی‌سیب و همچنین انشالله در آینده نزدیک اتمام این تونل مهم 35.5 کیلومتری که به اتمام میرسه. من در اینجا یه نکته هم اضافه میکنم، آقای استاندار، جناب آقای شهریاری توجه بکنن که اون بخش سد کرم‌آباد که خب زمین‌های زیادی رو به هر حال میتونه تحت پوشش قرار بده، 8400 هکتاری که شما اشاره کردید، من امیدوارم بخش کشاورزی کانال‌های 3 و 4ش رو هم تکمیل بکنه سریعاً و خود آقای شهریاری دنبال کنه. البته من هم با آقای خوازی خواهم گفت که
ادامه این طرح سریعاً تکمیل بشه که کشاورزان منطقه حد اکثر استفاده رو از این کانال‌ها و از این سدها ببرن انشاءالله. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح بلند حضرت صدیقه کبرا علیها السلام، بهره‌برداری از سد کانی‌سیب و شبکه آبیاری و زهکشی کرم‌آباد رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد. 520 مگاولت آمپر افزایش ظرفیت پست‌های برق، همچنین افزایش 80 درصدی انتقال انرژی از خطوط موجود با احداث هادی‌های پرظرفیت و همچنین 5 نیروگاه تولید پراکنده با مجموع ظرفیت 68 مگاولت آمپر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از این پروژه هاست. افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات همزمان با افزایش ظرفیت تولید از مزایای احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده است. نیروگاه چمستان که ما در خدمت شما هستیم، در مرحله اول راندمان 43% به بهره برداری خواهد رسید و با تکمیل گلخانه جنب این نیروگاه و راندمان، مجموع راندمان به 80% بالغ خواهد شد. وزارت نیرو برای حصول اطمینان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، برق تولیدی نیروگاه‌ها را در مدت 5 سال به 6 برابر قیمت فروش به مشترکین خرید تضمینی انجام می‌دهد. ممنون و متشکر آقای مهندس جانباز. من علاقمند بودم قبل از فرمان افتتاح از آقای استاندار سوال کنم راجع به شرایط کرونا که ما در کشور تقریبا همه جا به طور کامل کرونا مهار شده، جز چند نقطه در مازندران. می‌خواستم آخرین وضعیت رو نسبت به اون چند شهرستانی که شرایط تقریبا بین نارنجی و قرمز دارن رو شما بیان بفرمایید. آقای دکتر روحانی عزیز، ما برخلاف استانهای دیگه که 3 موج رو و 3 پیک متوالی رو گذرانده بودن، در استان مازندران ما 2 پیک و اون هم با فاصله 11 هفته‌ای، یعنی بین پیک اول و پیک دوم ما 11 هفته، و از پیک دوم تا کنون که هنوز به موج سوم هم نرسیدیم، الحمدلله با مدیریت حضرت عالی و کمکی که طرح مدیریت هوشمند انجام داده. ما درست شروع طرح مدیریت هوشمند، آقای رئیس جمهور یواش یواش آمارمون داشت تو این 4 تا شهرستانی که فرمایش کردید صعودی میشد، که این طرح خیلی کمک کرد که ما به پیک سوم هم نرسیدیم و نخوردیم. الحمدلله الان البته تو 2-3 روز آینده آماری که داریم تو این بعضی از این شهرستان‌ها تقریبا به یه ثبات نسبی رسیدیم، اما تو 4 تا شهرستان ما یه افزایش نسبی آرام البته داریم که با تشدید نظارت‌ها و پروتکل‌ها رو با استفاده از ظرفیتی که طرح مدیریت هوشمند در اختیار استان قرار داده، به نظر میرسه که میتونیم انشالله با مدیریت حضرت عالی مدیریتش کنیم. بسیار خوب. برای ما مهمه که مردم عزیز مازندران یه شرایط مناسبی برای سلامتشون داشته باشن. به هر حال استانی هست پر رفت و آمد و معمولا شما در مقاطع مختلف میزبان میلیون‌ها نفر از سراسر کشور هستید. امیدواریم که تو این چند شهرستان هم شما در روزهای آینده عبور بکنید. ما خیلی علاقمند هستیم که کشور نه تنها قرمز بلکه حتی بخش نارنجی هم نداشته باشه و ما برسیم به اینکه همه نقاط کشور شرایط زرد و یا شرایط بهتری داشته باشه و مردم بتونند در این شبهایی که کم کم دارن نزدیک میشن به شبهای عید، انشالله شرایط بهتری رو در پیش روی خودشون احساس بکنن. خیلی ممنون، متشکر آقای استاندار. در بخش آبرسانی روستایی تا قبل از سال 1392 متوسط جمعیت بهره‌مند استان مازندران حدود 9% از متوسط
جمعیت کشور بهره‌مندیش کمتر بود و الان با افتخار در جمع مردم شریف به حضرت عالی عرض میکنم که ما حدود 2% در استان مازندران از متوسط کشور جمعیت برخوردار آبرسان روستاییمون بیشتر هست. جهت استعذار عرض بکنم که در طول دولت 11 و 12 در استان مازندران 272 پروژه آبرسانی روستایی در سطح 709 روستا به سرانجام رسیده و جمعیتی حدود 530,000 نفر از روستایان عزیز بهره‌مند شدن از آب شرب سالم. این عدد یعنی حدود 40% جمعیت روستایی استان مازندران. علاوه بر اون ما طرح جامع تأمین آب استان مازندران رو در دولت 11 تصویر کردیم از غرب استان تا شرق استان و انشالله تا قبل از پایان دولت بزرگترین پروژه آبرسانی استان رو که جمعیت حدود 800,000 نفر رو در بر خواهد گرفت. امروز 57 روستا در سطح استان مازندران با جمعیت حدود 33,000 نفر به بهره برداری میرسه با اعتبار بالغ بر 601 میلیارد ریال و اجزای این پروژه حدود 300 کیلومتر لوله گذاری هست. ما اقدام کردیم نسبت به 130 لیتر در ثانیه احداث ایستگاه پمپاژ و ظرفیت حدود 130 لیتر در ثانیه رو سعی میکنیم که به مردم شریف روستایی استان مازندران آب با کیفیت رو انشالله عرضه بکنیم. خیلی متشکرم. بسیار متشکرم از کلیه زحماتی که کشیده شده و مضاعف خوشحالیم از اینکه 57 روستا هم امروز از نعمت آب سالم پایدار استفاده خواهند کرد. به همه مردم عزیز خطه شمال به ویژه مازندران سلام عرض میکنیم، به همه عزیزانی که در جلسه شما حضور دارند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین. انشاءالله امیدواریم روز مبارکی برای مردم ایران و برای مردم عزیز مازندران باشه. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه هدا علیهم السلام، بهره برداری از 5 نیروگاه، 4 پروژه بررسانی و همچنین آبرسانی به 57 روستا در استان مازندران آغاز بفرمایید. علی برکت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجشنبه های امسال برای ما و انشاءالله برای مردم عزیز ایران خاطر انگیز بود. هر هفته ما افتتاح‌های بزرگ در سراسر کشور داشتیم و این 39 هفته بود و انشاءالله تا پایان سال خدا توفیق بده و این طرح پنجشنبه ها رو ادامه بدیم. امروز روز پایان سال میلادی 2020 هست، سالی که با سختی هایی توأم بود و پایان یافت و فردا سال جدید میلادی آغاز میشه و همچنین ایام سالگرد شهادت سردار بزرگ ما سردار سلیمانی عزیز هست که نام او، یاد او، خاطرات او و همچنین راه او و مکتب او که همون مکتب امام بود و مکتب رهبر معظم انقلاب بود، اون راه و اون مکتب انشاءالله همیشه ادامه پیدا میکنه. حتما دشمن ضرر کرد از این کار غلط و نادرستی که انجام داد و از این ترور وحشیانه و مطمئن باشه مردم و جوانان ایران و جوانان منطقه مقاومتر و با امید بیشتر در مسیر مقاومت و استقلال منطقه ایستادگی می کنند و همه مردم فهمیدند تا روزی که آمریکایی‌ها در این منطقه هستند
این منطقه روی خوش کامل مطلوب رو نخواهد دید و ملت‌های منطقه انشاءالله پای این جنایتکاران و همچنین متجاوزین رو روزی قطع خواهند کرد به حول و قوه الهی. شهید سلیمانی و همچنین یارش ابو مهدی المهندس برای ما وجودهای ارزنده‌ای بودند. من دلم میخواد اشاره کنم به یک نکته‌ای از زندگی شهید سلیمانی به دلیل آشنایی نزدیک 40 ساله‌ای که من با او داشتم. واقعا سلیمانی در چیزی که میفهمید که وظیفه‌اش هست و وظیفه ملیش هست، وظیفه دینی و انقلابیش هست، در اجرای اون تردید نمی‌کرد و این خیلی مهمه. یعنی ما وقتی چیزی رو میفهمیم به عنوان وظیفه ما هست و باید برای کشورمون و برای ملتمون و برای منطقه‌مون انجام بدیم، دیگه نباید تردید کنیم، دیگه نباید از اونایی باشیم که یخشون الناس، از مردم بترسیم، از قدرت‌های جهانی بترسیم. باید قدم بگذاریم و حرکت بکنیم و این عدم تردید و تصمیم قاطع یکی از نعمت‌هایی است که خداوند به انسان‌های خالص خودش عنایت می‌کنه. دوم، اعتماد به نفسی که سردار سلیمانی داشت. واقعاً طرح‌های بزرگ بود. من حالا اگه بخوام بگم در این نزدیک 37 سال، نزدیک 40 سالی که ما در مقاطع مختلف با هم بودیم، با هم صحبت کردیم، با هم بحث کردیم، صدها ساعت ما با هم صحبت کردیم، خیلی کمه این عدده، شاید هزارها ساعت در طول این 40 سال ما حرف زدیم، بحث کردیم. واقعا اعتماد به نفس داشت. طرحی بود بسیار مهم، بسیار خطرناک، ولی کاملا اعتماد به نفس داشت. واقعا پا به رکاب بود و من این تعبیر رو در روز شهادتش در یه جایی انجام دادم، گفتم شهید سلیمانی رو من ندیدم از زین پایین بیاد، از رکاب پایین نیامد. از اون روزی که من او رو دیدم در جبهه‌های جنگ در اون سالهای اولیه دهه 60، همیشه رو رکاب بود و همیشه تاخت و همیشه به سمت هدف رفت و همیشه موفق بود و همیشه پیروز صحنه و میدان بود. موفقیت‌های بسیار بزرگ، گاهی موفقیت‌هایی که باور کردنی نبود، به دست آورد. این اعتماد به نفس. و از همه اینها مهمتر اون خلوص و اخلاص و اخلاق حسنه‌ای که داشت، کمالات انسانی که در این مرد بود. واقعا خیلی وقتا من او رو می‌دیدم و با هم جلسه داشتیم، تو ایام هفته روزه داشت و آدم مخلصی بود. واقعا حرف زدنش از دل می گفت، با همه وجودش تلاش می کرد و این اخلاصی که از مسائل بسیار مهمی است که ما رو به همه جا می رسونه و اگر اخلاص نباشه هیچی نیست، واقعا همه چیز بی ارزشه. من یه نکته دیگری می خوام راجع به زندگی شهید سلیمانی بگم و اون این که سلیمانی به همه منطقه و مسلمان‌ها در مقاطع مختلف عزت رو هدیه کرد و در بسیاری از مقاطع ذلت رو برای دشمنان این سرزمین، برای دشمنان این منطقه، ذلت اونها رو به رخشون کشید و بهشون نشون داد. با دستان پربرکتش هم عزت آفرید برای مسلمان‌ها، هم ذلت خلق کرد برای مشرکین و دشمنان اون. البته نمیخوام من شهید سلیمانی رو با مولای من امیرالمومنین مقایسه کنم، ما همه خاک پای او هم نیستیم. اون بزرگ مردی که غیر از پیغمبر کسی رو به مقام و عظمت او در تاریخ سراغ نداریم. واقعا اون جمله‌ای که پیغمبر راجع به امیرالمومنین فرمود بعد از جنگ خندق، اون
جنگ خندقی که حضرت ورود پیدا کرد با عمرو بن عبدود و اون پیروزی بزرگ رو آفرید، پیغمبر یک جمله عجیبی فرمود نسبت به او. فرمود ما کان بیتون من بیوت المسلمین الا وقد وقع فیه عزن به ضربتک. گفت علی، ضربه‌ای که تو امروز زدی، هیچ خانه‌ای در دنیای اسلام نبود مگر اینکه با این ضربت عزت رو وارد اون خونه ها کردی. این خیلی مهمه که آدم بتونه راه امیرالمومنین رو طی بکنه، یک کاری بکنه همه مردم احساس غرور بکنن. من نمیخوام بگم این تنها در میدان جنگ نیست، ممکنه تو آب و برق هم ما یک کاری بکنیم همه احساس غرور بکنن، ممکنه تو انرژی هم یک کاری بکنیم همه احساس غرور بکنن، ممکنه تو توسعه کشور یک کاری بکنیم همه احساس غرور بکنن، ممکنه در صحنه های مذاکره با دنیای کاری بکنیم همه احساس غرور بکنن. این مهمه که ما کاری بکنیم که غرور آفرین باشه برای یک ملت و یا گاهی برای یک امت. و امروز من بسیار خوشحالم که در این افتتاح ما یک سد بسیار مهمی رو در شمال غرب کشور افتتاح شد که این سد میتونه یک دریاچه سرنوشت ساز برای زندگی مردم رو احیا بکنه. و من خوشحالم که خداوند توفیق داد به یکی از آرزوهامون رسیده، اون با اون احیای دریاچه ارومیه بود. انشاءالله به زودی میرسیم به اون روز جشن احیای دریاچه ارومیه. 14-15 میلیون نفر در غرب کشور کشاورزیشون، سلامتشون، زندگیشون مرهون این دریاچه است و این نگین کبودی که و نگین سبزی که تو این منطقه هست زندگی اینها رو تضمین میکنه و اگر نباشه نمیشه زندگی کرد. و این کار بزرگی بود که امروز به افتتاح رسید و سایر افتتاح‌های بسیار خوبی که انجام گرفت. بسیار من خوشحالم روزی که دولت کار خودش رو آغاز کرد ما 144 تا سد تو این کشور داشتیم. انشاءالله اگر خدا توفیق داد روزی که میخواییم از این دولت ما خداحافظی بکنیم 201 سد به یادگار میگذاریم. از 144 میرسیم به 201 سد. 57 سد انشاءالله در این 8 سال به افتتاح میرسه که امروز البته 48 افتتاح شد و باید بقیهش هم ادامه بدیم تا پایان دولت. در شبکه آبیاری دولت در طول این 8 سال 333,000 هکتار شبکه رو ایجاد کرد. شبکه البته مرحله 1 و 2 که مال وزارت نیرو هست، شبکه آبیاری و زهکشی، که یک رقم بسیار بزرگ در تاریخ ایرانه. در تصفیه خانه آب شهری در این دولت به اندازه 100، حالا اونجا 157 تا 100 انشاءالله ما به افتتاح میرسونیم، اینجا 56 تا تصفیه خانه شهری انشاءالله به افتتاح میرسه تا پایان دولت. تصفیه خانه فاضلاب 101 تصفیه خانه فاضلاب تا پایان دولت به ثمر میشینه. و به حمدالله ما میبینیم که یک حرکت بسیار خوبی برای زندگی مردم در آب و برق که زیربناست، هم برای زندگی اصله و هم زیربناست برای توسعه، برای صنعت، برای کشاورزی و برای خودکفایی و برای اینکه ملتی امنیت کامل داشته باشه در زندگی خودش. به حمدالله در این راستا و در این مسیر قدم‌های بسیار مهم و خوبی برداشته شده. من تشکر میکنم از وزارت نیرو برای همه زحماتش، از شرکت‌های خصوصی، از جوان‌ها، از مهندسین که کار کردن. و با 2 نکته عرضم رو تمام میکنم. ما امروز در برابر خودمون 2 عرصه داریم و این هر 2 عرصه برای ما مهمه تا به پایان برسانیم.
یک عرصه مقاومت ما در برابر جنگ اقتصادی است، این جنگی که به ما از سال 97 تحمیل کردن. من یک بار دیگه گفتم، بازم تکرار میکنم، ترامپ عین صدام بود. صدام 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کرد و سرنگون شد و ترامپ 3 سال جنگ اقتصادی رو بر ما تحمیل کرد. او هم تو هفته های آینده سرنگون میشه، نه از حکومت، اصلا از زندگی. یک آدم بی‌آبرویی در تاریخ خواهد بود به خاطر جنایت ها و ظلمی که کرد. یکی از ظلم های غیر قابل گذشتش شهادت شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود که حالا خیلی او جنایت کرد، خیلی آدم کشی کرد، ولی این دو موردی است که ما یادمون نخواهد رفت. اینا باید بدونن این داغ بود بر دل ما و برای همیشه در سینه ما هست و انتقام این خون رو ملت‌های منطقه و ملت ایران یه روز مناسبی از اینها خواهند گرفت. برای اینکه ما بتونیم مقاومت بکنیم، ما باید همدیگر رو تقویت کنیم، ما باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم، دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفته. اگر کسی ضد آمریکاست، باید در شرایط جنگ اقتصادی که دولت در میدان جنگه و به تعبیر رئیس جمهور فرمانده این جنگ رئیس جمهوره، ما در میدان جنگیم و داریم می جنگیم با آمریکا. اگر کسی آمد و این دولت رو تضعیف کرد، او چه بخواد چه نخواد حامی آمریکاست و طرفدار آمریکاست. و هر کس در این شرایط بخش توسعه کشور، بخش خصوصی، بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، اونهایی که دارن تلاش میکنن تو کشاورزی، تو صنعت، تو خدمات، خدای نکرده به اونها ضربه بزنه، او حمایت از آمریکا کرده. امروز روزی است که ما باید برای توسعه کشور همه همدیگر رو یاری کنیم و امروز روز وحدته. هر کس وحدت بشکنه، هر کس اتحاد بشکنه، هر که فاصله بندازه، هر که اختلاف درست کنه، این طرفدار آمریکاست. امروز ما همه باید با وحدت، با اتحاد، با یک پارچگی، با ایثار، با فداکاری، با صحنه بودن در صحنه اقتصادی و با حمایت دولت باید بتونیم ما از این جنگ خارج شیم و انشالله با پیروزی خارج بشیم به حول و قوه الهی و خدا ما رو یاری خواهد کرد. و نکته آخر، ما یه جنگ دیگر هم داریم و اون جنگ با این ویروس هست. این ویروس، ویروس خطرناکی هست. ما همه باید با این ویروس مبارزه بکنیم. کادر درمان ما در خط مقدم هستن، باید اونا رو یاری بکنیم و همه مردم باید پروتکل‌های بهداشتی رو اجرا بکنند. من بسیار ممنون و متشکرم از مردم که در این 2 ماه اخیر خیلی همکاری کردند، تلاش کردند، کمک کردند و ما تونستیم کشور رو از اون شرایط بحران بیاریم در یک شرایط نسبتاً قابل قبول. البته هنوز باید کار بکنیم. ما باید این راه رو ادامه بدیم. باید پروتکل‌های بهداشتی رو به دقت اجرا کنیم. باید تجمع‌ها رو کنار بگذاریم. الان موقع تجمع نیست. به هر مناسبتی، هر چیزی هست، تجمع خانوادگی، رفاقتی، دوستی، ملی، دینی، جای تجمع نیست و جایی است که ما باید فاصله گذاری ها رو مراعات بکنیم، از خدا هم استمداد بکنیم تا انشاءالله از این مشکل هم عبور کنیم به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.